مقامات محلی از حمله تروریستی به خودروهای مختلف در مرکز سوریه و قربانی شدن بیش از 10 غیر نظامی در نتیجه آن خبر می دهند. به گزارش شیویوز، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، محمد طارق کرشاتی، استاندار حمات در مرکز این کشور اعلام کرد یک کاروان تانکرهای حامل سوخت و 3 اتوبوس مسافربری در جاده ارتباطی اسریا السلمیه در شرق این استان هدف حمله عناصر تروریستی قرار گرفتند. کرشاتی در گفتگوی تلفنی با شبکه تلویزیونی دولت سوریه السوریه ضمن اعلام اینکه حمله تروریستی به غیر نظامیان در جاده مذکور بیشتر به وسیله تیربار انجام شده تأکید کرد که بر اساس آمار اولیه در نتیجه حمله 9 غیر نظامی جان خود را از دست دادند و 4 غیر نظامی دیگر نیز مجروح شدند. وی افزود با کمک یگانهای ارتش سایر سرنشینان خودروها به یک منطقه امن و مجروحها نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند. این در حالی است که پیشتر خبرنگار سانا از مجروح شدن 6 غیر نظامی در نتیجه حمله تروریستی به اتوبوس حامل آنها در نزدیکی منطقه وادی العزیب در شهرستان السلمیه خبر داده و گفته بود که اجساد آنها به بیمارستان دولتی این شهرستان منتقل شده است. از طرفی دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله سنی های تندروی وابسته به داعش به یک اتوبوس و چند خودروی دیگر در جاده ارتباطی میان استانهای دمشق و رق در نزدیکی منطقه وادی العزیب خبر داده و مدعی شد که قربانیان این حمله 2 غیر نظامی از جمله 1 کودک و 7 نیروی نظام حاکم بودند، در حالی که بر اساس آمار اولیه بیش از 16 تن دیگر از جمله 4 غیر نظامی نیز مجروح شدند و وضعیت برخی از آنها خطرناک است. این نهاد مستقل مخالف نظام حاکم در سوریه همچنین اعلام کرد که به دنبال حمله مذکور نیروهای نظامی بیشتری برای پاکسازی منطقه و تأمین امنیت جاده اعزام شدند و همزمان با آن نیز هواپیماهای نظامی منطقه بیابانی سوریه را به شدت بمباران کردند.